خب امروز میخوایم یه موضوع جالب رو با همدیگه چک بکنیم. این یه کمپرسور 140 تن هست، 140 تن R22 کمپرسور CSH8573. دو دستگاه کمپرسور یکی از مشتری ها از ما خرید، اما عنوان کرد ما یه مشکلی داریم توی پروژمون. مشکلمون اینه که سیم پیچامون تو لحظه استارت میسوزن. حالا ما به ریز مشکل رو با جزئیات نمیدونیم، عوامل مختلفی هست، اما گفتن که ما تجهیز ایمن کننده ای میخوایم برای کمپرسور. ما دو تا مورد رو پیشنهاد دادیم، گفتیم که یا میتونید اینورتر نصب کنید یا سافت استارتر. ازمون درخواست کردن که این موضوع رو براشون بفرستیم و نصب کنیم خودمون، که حالا موقع نصب این رو هم آموزش خواهیم داد. این یه سافت استارتر اشنایدر هست. کاری که این سافت استارتر انجام میده، تو لحظه استارت تورک راه اندازی رو به شدت کاهش میده، فشار روی قسمت مکانیک، رول برینگ ها و بول برینگ ها و سیم پیچ رو به شدت کاهش میده. اما یه نکته داریم، ما یه باگ داریم. وقتی که این رو میخوای نصب کنین، این قسمت یه رله محافظ داریم، SEE1. این رله محافظ رله محافظی هست که به صورت استاندارد برای این کمپرسور استفاده میشه. اما اگر قرار باشه کمپرسور رو با سافت یا اینورتر راه اندازی بکنی، اون وقت این رله محافظ خطا میده و اون وقت نمیتونیم خطای پروتکشن سیم پیچ یا دمای روغن رو ببینیم. برای این کار بیتزر یه رله محافظ دیگه معرفی کرده، SEE2. SEE2 برای زمانی هست که شما میخواین از اینورتر یا سافت استارتر استفاده بکنید. سافت استارتر و اینورتر های اشنایدر کیفیت خوبی دارن، میتونید برای اینجور موارد استفاده کنید. توی کمپرسورهای سنگین، کمپرسورهایی که بالای 80 تن 90 تن میاد، ما همیشه و همیشه به مشتری پیشنهاد میکنیم که از سافت استارتر استفاده بکنه، و همیشه و همیشه توی کمپرسورهای تعمیریمون هم پیشنهاد میدیم به مشتری که حتما سافت استارتر نصب بشه. اما خب این یه آپشن خیلی خوبه، بعضی ها موافقت میکنن بعضی هم نه. این یه پیشنهاده، یک آپشن خیلی خوب هستش.